خواهیم بحث رو با این پرسش آغاز بکنیم که بتونیم به یک نتیجه منطقی هم در واقع برسونیم. اون همین که صحبت از این کردید آمریکا در اون دوره سیاستش چگونه بوده، الان در شرایط فعلی اونچه که دولت آقای اوباما دنبال میکنه تلاش برای پیشبرد توافق هسته‌ای هست. در این حال در مورد سوریه که الان صحبت شد، اختلاف نظر ایران و اسرائیل رو هم دیدیم در مورد سوریه. دولت آمریکا هم صراحتاً گفت تا ایران نپذیره که از گذار سیاسی و دولت انتقالی و کنار رفتن اسد حمایت بکنه در مذاکرات حضور نخواهد داشت. این سیاست چقدر سیاست کارآمد و منطقی است که آمریکا و دولت اوباما دنبال میکنه؟ ببینید صحبتایی که آقای روحانی کردن در حد حرف که خوب هستش. بله قطعاً ایران در سوریه دخالت میکنه، اما میگه آمریکا نمیکنه، میگه عربستان نمیکنه. آقای نتانیاهو که الان اینجور داره دروغ میگه، خودش در سال گذشته در سال 2013 به نوشته نیویورک تایمز و منابع دولت آمریکا 6 بار سوریه رو بمباران کرده. آخه یک دولتی که 6 بار کشور دیگر رو بمباران کرده، وقت منابع زده، بعد بیاد میگه که دیگری دخالت میکنه. تنها کشوری در منطقه که کشورهای مختلف کرده آقای گنج، ارتباط ما با اسکایپ شما مشکل داره، امیدواریم بتونیم مشکل رو حل بکنیم. صداتون قطع و وصل میشه، متاسفانه خیلی مفهوم نیست. امیدواریم تا فرصتی که این مشکل اسکایپ برطرف میشه صحبت رو با آقای میلانی دنبال بکنیم. آقای میلانی، همین پرسش رو با شما در میون می‌گذاریم. سیاست دولت اوباما در مورد برنامه هسته‌ای و به موازات اون در مورد سوریه در قبال ایران چقدر کارآمد و هوشمندانه است به نظر شما؟ من فکر می‌کنم در مورد برنامه هسته‌ای بسیار تا به حال هوشمندانه عمل کردن، سعی کردن به اون حداقلی که میشه توافق کرد توافق بکنن، اجازه دادن ایران به تفسیر خودش این قراردادها رو تفسیر بکنه برای مصرف داخلی و سعی نکردن از این قضیه ماجرایی بسازن که به تضعیف این توافق‌ها کمک بکنه. در مورد سوریه هم به نظر من این کاملا واضحه که به قول آمریکایی‌ها تروریست یک گروه نیروی آزادی بخش یک گروه دیگه است. آقای روحانی به درستی میگن باید تروریست‌ها رو از سوریه بیرون کرد، به درستی میگن باید در سوریه انتخابات آزاد شد. ولی شما آقای روحانی از اسد، اسدی که دست کم قتل نیمی از این مردم به عهده اونست دیگه، حالا بگیریم که نصفشو سلفی ها کشتن ولی نیمش رو خودش آقای اسد کشته. آقای اسد هست که تظاهرات صلح‌آمیز آغازین این حرکت رو به مسلسل بست، به توپ بست، به از هواپیما استفاده کرد. آیا یه چنین کسی میتونه ناظر برای یک انتخابات باشه؟ خب انتخاباتش میشه انتخابات قبل خودش و انتخابات پدرش که دستش به خون ده ها هزار مسلمان آلوده است. نمیشه که انتظار داشت، میدونید با لفظ صرف که نمیشه مسئله رو حل کرد. اینکه بگید انتخابات آزاد باید باشه حرف بسیار درستی است. انتخابات آزاد تحت نظارت گروه های سازمان های بین المللی، انتخابات آزاد در شرایطی که کسانی که دستشون به جنایت‌های علیه انسان آغشته است دیگه حق شرکت در اون انتخابات نداشته باشن. ایران در ظاهر گفته بوده که ژنو یک رو میپذیره ولی در باطن در مذاکراتش با بانکیمون گفته بوده که میپذیره، یعنی میپذیره که یک دولت انتقالی که سرنخش دست اسد و وابستگانش نیست، اسباب تغییر به یک نظام متفاوتی، نظامی که دست سلفیا نباشه. بدون شک سلفیا راه حل آینده سوریه نیستن. در این حال نمیشه از عربستان و از اسرائیل انتقاد کرد که باید انتقاد کرد به خاطر دخالت در سوریه، ولی در این حال خود ایران در این چند ماه اخیر به گفته مقامات ایرانی 7 میلیارد دلار به این دولت جنایتکار کمک کردن. پس میفرمایید سیاست میدان عوض میخوام سیاست آمریکا که مخالفت میکنه با شرکت ایران در شرایط فعلی در مذاکرات صلح آینده سوریه درسته؟ در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای رو میخواد به پیش ببره و به نتیجه برسونه، سیاست قابل ادامه هست به نظر شما؟ من فکر میکنم اینا دوتا بحث بیش و کم متفاوت هستن، ولی بالمعال به گمان من
بالمعال اگر قرار اون سرمایه گذاری هایی که آقای روحانی امیدشو دارن، اون بازگشتی که به اقتصاد جهانی آقای روحانی امیدشو دارن انجام بشه، مسئله سوریه هم، مسئله حمایت ایران از گروه های رادیکال در افغانستان و در عراق هم بخشی از این مذاکرات خواهد بود. یعنی اونها هر کدوم چیز خودشونو دارن. و به نظر من نکته دیگری هم که باید در این ماجرا باشه و متاسفانه کمتر تا بال بهش توجه شده و این رو آقای گنجی در مقاله دیروزشون بهش اشاره کردن به گمان من به درستی، مسئله حقوق بشر هم باید باشه. یعنی فقط نمیشه، تعداد اعدامایی که شده در ایران در چند ماه اخیر اصلا شرم‌آوره. نمیتونید شما بگید ما میخواییم کشورهای بین المللی، به شرکتهای بین المللی بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن و 500 نفر رو در نزدیک مثلا 4 ماه اعدام بکنید، اونم بعضیشون رو در ملأ عام. این هاست که اگر بخواد این قرارداد موقتی به یک قرارداد دائمی تبدیل بشه، اگر قرار انزوای فعلی ایران به ورود مجدد امیدبخش ایران به اقتصاد بین المللی و نظام بین المللی تبدیل بشه، اون وقت هم اسرائیل باید، هم سوریه، هم لبنان، هم عراق، هم افغانستان و هم مسئله حقوق بشر در ایران باید انجام بشه. شما نمیتونید انتظار داشته باشید که شرکت‌های خارجی بیان چندین صد میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری بکنن و کاندید انتخابات قبل ریاست جمهوری که به قول خود شما 15 میلیون رأی آورده همراه با خانومش، همراه با یک کاندید دیگری، بیش از 1000 روز بدون محاکمه، بدون کیفرخواست در یک حبس کاملا غیرقانونی باشند و مطبوعات وابسته به رهبری هم هر چی دلشون میخواد در مورد این افراد بگن. مردم غرب، سرمایه گذارا، شرکت های بزرگ اینها رو میخونن. فکر نکنید اونا دنبال نمیکنن اینها رو، میخونن. این نظام قانون نیست.